امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه ویدیو دیگه. خب تو این ویدیو قرار درباره این صحبت کنم که چجوری برنامه ریزی کنیم. حالا چرا اصلا میخوام درباره این صحبت کنم؟ واسه اینکه خیلی میبینم از من سوال میپرسین که چجوری میتونین با این همه کار به همه برنامه هاتون برسین و اینقدر سطح انرژیتون رو بالا نگه دارین. یه چند تا کار خیلی مهم بچه‌ها من بهتون پیشنهاد میکنم قبل از برنامه‌ریزی این کارها رو انجام بدین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بهتون کمک میکنه که خیلی زندگیتون نرمال تر بشه. یکی اینکه بچه‌ها ما هنرمندها یک کم شاید مثلا شرایطمون یا روحیاتمون خاص‌تر و حساس‌تره. به خاطر همین من چند تا کار قبلش حتما بهتون پیشنهاد میکنم قبل از برنامه‌ریزی این کارها رو انجام بدین. یکی اینکه خوابتون رو درست کنین بچه‌ها. من یه اشتباهی که قبلا خیلی زیاد انجامش میدادم این بود که میگفتم نه من توی شب نمیدونم ذهنم خلاق‌تره، توی شب بهتر میتونم کار انجام بدم و اینها، و کامل اینو بردم کنار و کاملا از بین بردم. چرا؟ به خاطر اینکه تمام شب من برای انجام پروژه میرفت و روز من سطح انرژیم انقدر پایین بود که حتی مثلا کارهای روزانه خودم رو به سختی انجام میدادم. به خاطر این کاری که انجام دادم اومدم، تغییراتی که انجام دادم اومدم، اولیشو خواب شب و توی برنامه‌ام گنجوندم و که بتونم از روزم استفاده کنم. کار دومی که اومدم انجام بدم این بود که بچه‌ها من اومدم روی خودم کنترل نداشتم قبلا و از این بابت که اخبار رو پیگیری میکردم و میخوندم، خیلی افراطی وارانه اخبار رو دنبال میکردم در حدی که به خودم انقدر استرس میدادم که هر لحظه فکر میکردم یه اتفاقی یا برای من یا برای آدم های نزدیک من قرار بیفته به زودی. خیلی وحشتناک اخبار رو دنبال میکردم و اشتباهی که میکردم این که تا چشم باز میشد اخبار رو میخوندم و انقدر از من انرژی میگرفت که من کارهای روزانه من به سختی انجام میدادم. این کار رو چه کار کردم که بتونم مدیریت کنم، که بتونم برنامه‌ریزی مفید داشته باشم برای زندگیم؟ اومدم کاری که انجام دادم اخبار رو پیگیری میکنم همچنان و اخبار رو میخونم، ولی اومدم این رو تایمش رو مدیریت کردم. یعنی من اگه قراره توی یک روز از اخبار دور خودم آگاه باشم، میام یک ساعتش رو میذارم به خوندن اخبار و این که داره دور بر من چه اتفاقی میفته، چون این خیلی مهمه که شما آگاه باشین چه اتفاقی داره دورتون میفته. یک ساعت رو میذارم برای خوندن اخبار و ما بقیش رو به زندگی میپردازم. اگر که من این کار رو نکنم نمیتونم هیچ کار و هیچ حرکت مفید دیگه انجام بدم و خودم به متلاشی کردن خودم میپردازم با این کار که اگر بخوام افراطی وارانه دنبال کنم. به خاطر همینم من اومدم و این کار انجام دادم و این باعث شد که من بتونم از زندگیم، از روزم مفیدتر استفاده کنم. یه کار دیگه که اومدم انجام بدم و انجام دادم اینه که بچه ها اومدم و برای خودم مشخص کردم که من میخوام ماهانه برنامه ریزی کنم، میخوام سالانه برنامه ریزی کنم، یا میخوام روزانه یا هفتگی. من هفتگی برنامه ریزی میکنم، یعنی توی یک دفتر. یک نکته خیلی 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 مهم این که من اومدم برای خودم، یه با توجه به اینکه ما هنرمندای هم روحی خاص‌تر و حساس‌تر داریم، اومدم یه دفتری که خیلی دوستش دارم و انتخاب کردم و داخل این دفتر اومدم با توجه به طراحی‌های خودم اینجوری طراحی‌های مختلف انجام دادم و به خاطر اینکه حس خوبی بهم بده و یه سری جملات انگیزشی و اینجور چیزها رو ما بینش اضافه کردم و شروع کردم برنامه ریزی های هفتگی که میخواستم انجام بدم. یه کارهای مهمی که باید انجام میدادم و توی این قسمت ها شروع کردم نوشتم. این باعث شد که من برای خودم در واقع یه دفتر برنامه ریزی داشته باشم که هم خودم خلقش کنم و هم که بهم انگیزه بده.
کار دیگه که انجام دادم این بود، اومدم توی این دفترهای برنامه‌ریزی که برای خودم ساختم می نویسم که من طی یک هفته چه کارهایی رو به شکل ثابت باید انجام بدم در روز. مثلا خب من 4-5 روز اول هفته رو همه رو کلاس دارم و باید زمان برای کلاس هام بذارم، پس زمان بندی برای کلاس هامو گذاشتم، چه کلاس هایی که خودم انجام میدم چه کلاس هایی که دارم میرم. یا مثلا در روز به خاطر اینکه بتونم حال بهتری داشته باشم یک ساعت حتما یا باید ورزش یا باید رقص رو بگنجونم توی برنامه‌ام، به خاطر اینکه حس بهتری بهم میده و اینو به شکل ثابت گذاشتم. یا مثلا تو طول هفته 1-2 ساعت من زبان میخونم، خب اینم باز دوباره توی برنامه‌ام گنجوندم. یه وقتایی پس و پیش میشه ها بچه ها، یعنی اینجوری نیست که بگم من حتما تمام این کارها رو انجام میدم، ولی می نویسم به خاطر اینکه وقتی می نویسم و یک برنامه مشخص جلوی من هست میتونم بهتر تصمیم بگیرم برای اون تایم های باقی موندم. و اینکه وقتی که جلوشون تیک میزنم که انجامش دادم خیلی حس خوبی بهم میده، خیلی حس خوبی داره، انگار یه موفقیت بزرگه. و اینجوری تایمایی که میمونه، زمانی که پروژه میگیرم، پروژه کاری میگیرم، بهتر میتونم برنامه‌ریزی کنم و زمان بدم بگم مثلا من پروژه شما رو طی اینقدر روز بهتون تحویل میدم، یا مثلا من این ویدیو رو طی این روزها میتونم بگیرم و ضبط کنم. اینجوری مشخص تر میشه در واقع من چه روزهایم خالی میمونه که بتونم برای برنامه‌های شخصیم یا علایقم باهاشون زمان پر کنم. و یه کار دیگه که انجام دادم توی این روتین هفتم، من به خاطر اینکه روزم مفید بگذره از 7 صبح بیدار میشم بچه ها و شروع میکنم به انجام کارهام تا شب که میگذره. و برای این تمام روزم از 7 صبح که بلند میشم برنامه میچینم تا آخر شب، یعنی اینجوری نیستش که بهتون بگم امروز که بلند شدم نمیدونم ساعت 2 قرار چیکار کنم، مثلا نمیدونم ساعت 3 قرار چیکار کنم، من دقیقاً برنامه امروزم رو میدونم، ساعت به ساعتش رو میخوام چه کار کنم. به خاطر همینم این که مشخصه به من این امکانو میده که حالا من اون تایمایی که خالی دارم رو چه کارهایی میتونم انجام بدم و سعی میکنم من بیشتر با کارهایی که خودم دوستشون دارم بیام و پر کنم. مثلا من شنا رو خیلی دوست دارم بچه ها، عاشق شنام یا عاشق آشپزیم، خیلی این دوتا کار رو دوست دارم. به خاطر همین مثلا یه سری از تایمای خالیم رو میام با این قسمت ها پر میکنم. دیگه چیز دیگه که بگم بهتون اینه که یه کار دیگه هم که انجام میدم به خاطر اینکه حس خوبی بهم بده، یه دفتر دارم. من خیلی سال پیش اینو از این پلنر رو روز شماره در واقع از پیج رنگی رنگی گرفته بودم. یه چیز باحالی که داره اینه که مثلا توش نوشته که امروز امیدواری، امروز ناراحتی، امروز غمگینی و اینها، و من همیشه با توجه به شرایط اون روزم یه کدوم از این برگه ها رو میذارم که اکثرا روی این قسمت امیدواره، اکثرا روی اینه. مثلا نمیشه من امروز امیدوارم و پشتش یه جمله انگیزشی نوشته. من همیشه اینو میذارم جلوی چشمم روی میز کارم، بکنم توی بیشتر عکس پستام دیده باشینش، به خاطر اینکه خیلی بهم حس خوبی میده و روی حالم تأثیر داره، روی انرژی که دارم اون روز میگذرونم. اینا کارهاییه که بچه‌ها من برای خودم انجام میدم که بتونم نظم داشته باشم، چون میگم من وقتی این کارا رو انجام نمیدادم قبلا خیلی به زندگیم اصلا روتین نداشت، خیلی به هم ریخته بود، یا وقتی که مثلا پروژه میگرفتم همیشه خدا من دیر میرسوندم، دیر تحویل میدادم پروژه ها رو، یا وقتی که دانشگاه بودم تحویل پروژه ها برای دانشگاه هم ژوژمانامو خیلی من دیر میرسیدم یا دیر انجام میدادم، به خاطر اینکه هیچ برنامه مشخصی، هیچ روتین مشخصی نداشتم، نمیدونستم من اصلا در روز چقدر تایم خالی دارم و چجوری مدیریت کنم. ولی الان با توجه به این برنامه‌ریزی که انجام میدم میدونم خب اوکی مثلا من
فلان روز 4 ساعت تایم خالی دارم، میتونم اگر پروژه گرفتم توی اون روز بگنجونم. بعد با توجه به اون تخمین میزنم و به سفارش دهنده میگم خب مثلا من 1 هفته یا 10 روز برای انجام پروژه شما نیاز به زمان دارم و باز دوباره برنامه‌ریزی میکنم براش. توی برنامه هاتون هم بچه گفتم یه تو برنامه‌ریزی هم که انجام میدین یه سری کارا دیگه مشخصه دیگه، مثلا اینکه شما اگه سر کار میرین تایم کارتون مشخصه، اگر کلاسی دارین تایم کلاساتون مشخصه. اینا رو که مشخص کنین بعدش با توجه به شرایطتون میتونین مثلا ما بینش رو پر کنین با کارهای مختلف. ولی اینکه مینویسین بهتون کمک میکنه ذهنتون نظم پیدا کنه و بهتون کمک میکنه که شما بتونین راحت تر مدیریت کنین زمانتون. و این خیلی چیز مهمیه به نظر من، چون این عمری که این روزهایی که داره از ما سپری میشه هیچ وقت دیگه بر نمیگرده و اگر که ازش استفاده نکنیم ما میمونیم و یک مشت حسرت هایی که بر دلمون میمونه. امیدوارم اینجوری نشین و امیدوارم که همیشه حس خوب داشته باشین.